میهنان عزیز و بزرگوار، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز ناهید شید، هفتم اردیبهشت ماه 2583 ایرانیه و 26 از ماه آوریل 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب عزیزان و بزرگواران همراه ایران شهر، شاید بسیاری از ایرانیان توجه نداشته باشند در حال حاضر، به خصوص با سر و صدایی که رژیم را انداخته با احکام اعدام اونجا چیزا و شلوغ کاری های به عمد، که چه اتفاق بزرگی افتاده طی روزهای گذشته و اینا همه دلیل داره. الان مثلا این حکم اعدامی که در اومد و میلیون ها شاید بار توییت شده در موردش و پیام داده شده و همه اینا، اینا همه برای رد گم کردن و برای جلب توجه مردم ایران به چیزی دیگه است. آن چیز چیه؟ بزرگترین معامله قرن انجام شده و سرنوشت آینده خاورمیانه مشخص شده و این چیزیه که رژیم اسلامی میخواد شما اصلا به اون توجه نکنید. چرا؟ چون ملت ایران نباید آماده این تغییر بشن. اگر آماده این تغییر بشن، هر چه سریعتر رژیم تغییر خواهد کرد، یعنی عمرش بسیار بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. خب این معامله بزرگ چیه؟ همونطور که شاید توجه کرده باشید، طی روزهای گذشته کنگره آمریکا، سپس سنای آمریکا و سپس ریاست جمهوری آمریکا مثل مسلسل یک سری تحریم رو علیه رژیم امضا کردن. اما مسئله که وجود داره اینه که بسیار توجه نکردن که این تحریم جزء چی بود. ببینید، کل چیزی که ما شاهدش بودیم یک معامله بزرگ بود. تحریم هایی که علیه رژیم امضا شد که الان در ابعاد بسیار گسترده تر توسط اروپا، کانادا و آمریکا داره همینطور گسترش پیدا میکنه و تازه این شروع کاره، بسیار بسیار گسترده تر از اینم خواهد شد در آینده، تمام اینا جزی از یک معامله بزرگ بود. معامله دیگه چی بود؟ اینکه بخشی از آمریکا که مخالف ادامه جنگ در اوکراینه و حمایت از اروپا و اوکراین بود، یعنی جمهوری خان در آمریکا، اینها رضایت دادن که ادامه بدن حمایتشون رو از اوکراین. در قبال چی اما؟ در قبال خواستهای اسرائیل و کمک به پروژه های اسرائیل و در واقع کمک به تغییر رژیم در ایران. چسبیده به کمک مالی به اوکراین، کمک مالی به تایوان و اسرائیل هم تصویب شد. در این حال دقیقاً چسبیده به همین کمک های مالی به این کشورها، چه چیزی امضا شد؟ تحریم های گسترده نفتی علیه رژیم. اینا قوانینی که الان دموکرات‌ها دارن میذارن در واقع، یعنی جمهوری خواه نیستن که اینا رو در کاخ سفید امضا میکنن، جو بایدن امضا کرد شب گذشته این رو. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که معامله بزرگی انجام شده. این معامله بزرگ تأثیر بسیار بزرگی در روند تغییرات ژئوپلیتیک داره در طی سالهای آینده. مهمترینش تغییر رژیم در ایرانه. روز گذشته شاهد این بودیم که در اسرائیل در تل آویو و اورشلیم بیلبوردی نصب شده در خیابان‌های شهرها. خب به فارسی نوشته هفتم آبان 1407. خب هفتم آبان 1407. 1407 که یه 4 سال دیگه. خب یا معادلش که یه 28 اکتبر 2028 آغاز پایان جمهوری اسلامی. هفتم آبان چه روزیه؟ روز جهانی کوروش بزرگ. در واقع روز آزادی یهودیان به دست کوروش بزرگ و دستور در واقع پایه‌گذاری اسرائیل. در واقع البته به لحاظ تاریخی دستور و اذن و حمایت مالی و سرمایه‌گذاری ایرانه که کوروش بزرگ پدر ایران برای ملت اسرائیل ایجاد کرد، به اونها اذن داد که برگردن اورشلیم، معبد دوم اورشلیم رو نه تنها با اذن او بلکه با سرمایه پادشاهی ایران، با سرمایه‌گذاری و پول پادشاهی ایران بنا بکنن و پایه اسرائیلی که الان ما میبینیم معبد دوم اورشلیمه که متاسفانه بجز دیواری که بسیاری رهبران جهان میرن روی اون دست میذارن و آرزو میکنن یا دعا میکنن، بعضن از اون باقی نمونده. یعنی این دیواری که دارید میبینید در واقع خودش میراثیه از کوروش بزرگ، میراث ایرانیانه و از اونجایی که اسرائیل هم پایه گذاری شده بر پایه این معبد دوم اورشلیم،
در واقع اسرائیل هم بخش از میراث ایرانیان. این در حالیه که رژیم اسلامی و نوچه های هیلاری کلینتون و چپ ها و دوستان مسیح علی نجات در آمریکا تا یه روزهای گذشته صفحه گذاری میکنن و صبح از این میکنن که شما اگر میخوای نوکر اسرائیل بشید بگین. ببینید همین بیلبوردی که الان نصب شده اشاره به چی داره؟ اشاره به هفتم آبان داره. هفتم آبان روزی که ایرانیان آزاد کردن یهودیان رو. چطور شما ادعا میکنید که ایرانیان میخوان نوکر اسرائیل بشن در حالی که اسرائیلیا دارن برعکس اینو میگن؟ یعنی کوروش که یهودیان آزاد کرده، چرا باید اسرائیلیا بیان یه همچین چیزی بگن اگر دنبال اینن که ایران رو نوکر خودشون میکنن؟ بلکه برعکس، به دنبال اتحادی بزرگ و بازگشتن به اون بزرگی های ایرانیان هستن در طول تاریخ و این قطعا اتفاق خواهد افتاد. اما همونطور که دارید میبینید تاریخی که در این بیلبورد زده شده 1407، یعنی 4 سال دیگه. ببینید همونطور که ما بارها در این مورد با همدیگه صحبت کردیم یاران ایران شهر، بدون شک پیشروی اسرائیل باید قدم به قدم اتفاق بیفته. داستان حماس الان به جای رسیده که الان حماس ادعا میکنه که اگر اسرائیل کشور فلسطینی رو بپذیره ما اصلا به کلی اقدام مسلحانه رو میذاریم کنار. اولا این اتفاق نخواهد افتاد. اسرائیل هیچ وقت کشور فلسطینی رو به رسمیت نخواهد شناخت. خب چرا؟ دو دلیل عمده داره. دلایل زیاد داره ولی دو دلیل عمده داره. اول اینکه اگر اسرائیل کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه و ادعا بکنه چنین چیزی وجود داره که در عمل وجود نداره اصلا، یعنی کشور توزیع داره، به خصوص از لحاظ تمدن ایران و از نگاه تمدن ایران کشور هر چیزی نیستش که شما بهش بگید کشور. کشور یه سری خصوصیات داره که فلسطینیان نشوندن که اصلا چنین چیزی رو در چنته ندارن به لحاظ تمدنی و فکری که اصلا کشور بسازن. این اوله. خیلی افراد دارن، خیلی گروه ها، خیلی اقوام ممکنه در جهان داشته باشن، اما اینا نشوندن که ندارن. این اوله. این در مورد کشور بودن فلسطین. اما دلیل اول که اسرائیل رو به رسمیت نخواهد شناخت چیه؟ اینکه حماس حمله کرده، بچه‌ها رو تو قنداق تیکه تیکه کرده، زن و مرد بی‌دفاع رو به رگبار بسته، یعنی به زنان تجاوز کرده در حالی که پشت سرشون اسلحه گذاشته بوده و چلی کرده تو لحظه آخر. این آدم بچه ها رو جلوی پدر مادرشون تیکه تیکه کرده، برعکس همینطور پدر مادرها رو جلوی بچه هاشون تیکه تیکه کرده. ببینید این وحشیگری جایزش به رسمیت شناختن یک کشوری که به لحاظ تاریخی هرگز وجود نداشته نمیتونه باشه. شاید خیلی حالا بسیجی ها بگن که آقا، یا مثلا این بچه های آمریکایی زپرتی نسل زد بگن که آقا فلسطین کشوره. ببینید اگر فلسطین کشوره، چرا عربستان و کشورهای عرب تا به این لحظه فلسطین رو به رسمیت نشناخته بودن؟ یعنی شما باید از خودتون بپرسید اگر فلسطین واقعا کشور بوده چرا عربا اون رو به رسمیت نشناخته بودن؟ یعنی عربا که از خود اینا هم دیگه، مگه اینا نیستن؟ چرا اینا اینو به رسمیت نشناخته بودن؟ من نمی اینا دروغه. هیچ وقت هرگز کشوری به نام فلسطین وجود نداشته. و جایزه این کشدار و این وحشیگری و این بربریت نمیتونه یک کشور ساختگی و دو دستی تقدیم کردن یه چیزی مثل به نام کشور باشه به یک بوش وحشی. این دلیل اول. دلیل دوم که اسرائیل نمیتونه ایران رو به رسمیت بشناسه چیه؟ اینه که الان اینا ادعا میکنن که اگر شما رو به رسمیت بشناسید ما رو، ما سلاح رو زمین میذاریم. اما واقعیت اینه که هیچ تضمینی در این مورد وجود نداره. اما اگر اسرائیل اینا رو به رسمیت بشناسه دیگه عقبگردی وجود نداره. به لحاظ تاریخی ثبت میشه که آقا شما قبول کردی که فلسطین کشوره. اما اینکه فردا حماس دوباره شروع بکنه به بچه کشی و جنایت و وحشیگری و بربریت، میتونه این کارو بکنه، هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین امکان نداره که اسرائیل فلسطین رو به رسمیت بشناسه اولا. اما اگر برگردیم به این موضوع اصلی و اون این معامله بزرگ قرن هست و چیه این معامله؟ ببینید همونطور که ماها قبل ما در موردش بارها صحبت کردیم، اسرائیل چند مرحله انجام خواهد داد تا اینکه برسه به خود ایران. این تاریخی که زده شده 1407 به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به لحاظ محاسبات اسرائیل انقدر طول میکشه. ما ایرانیان هم تا اون زمان وظایفی داریم که بهش خواهیم رسید. اما الان همونطور که ما در موردش صحبت کردیم، مرحله به مرحله اسرائیل پیش خواهد موند. اولا که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی این داستان کشور فلسطینی از طرف اسرائیل به رسمیت شناخته نخواهد شد. این اولا. بعد اسرائیل غزه رو به کلی پاکسازی خواهد کرد. الان با مجوز خود آمریکا که الان حمله به رفح عملیات بعدیش خواهد بود. سپس همونطور که قبلا من برای شما به خوبی روشن کردم، خواهد اومد سراغ نیابتی ها و از حزب الله شروع خواهد کرد. در مورد تهدیدات حزب الله بدون شک
سیستم دفاع موشکی اسرائیل بسیار تقویت خواهد شد، اما ممکنه ضرباتی هم بخوره اسرائیل که اشکالی نداره. این بنیه یک کشور تقویت میکنه. مثلا ما ایران قوی ترین تمدن بشری هستیم. چرا؟ بخاطر اینکه کلی زخم و زیلی رو به تن خریدیم اما کوتاه نیومدیم و دوام آوردیم. این بنیه کشور رو تقویت میکنه، ضعیف نمیکنه، قوی میکنه. خب بنابراین اسرائیل رو میدونه و حاضره که این قربانی ها رو هم بده و این زخم ها رو هم به تن بخره، اما تقویت بشه و پاش محکم بشه. روز گذشته جان بولتون که یک سیاستمدار کهنه‌کار هستش در سیاست آمریکا، گفتش که اسرائیل در مرحله بعدی شروع خواهد کرد میان سراغ لبنان. خب اینو ما از ماها پیش پیش بینی کرده بودیم در مورد بسیاری اتفاقات که الان داره میفته در جهان، از جمله یهودی ستیزی، این تقابل تمدنی و همه اینا که داره اتفاق میفته در غرب و در آمریکا به خصوص، ما با هم دیگه صحبت کردیم و در زمان خودش مرحله بعدی رو برای شما توضیح خواهم داد. بنابراین مرحله بعدی چه خواهد بود؟ اینکه اسرائیل میاد سراغ لبنان و درگیری‌ها با لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. در این حال هدف اصلی رژیم اسلامی است در تهران. خب این یک همکاری بزرگی نیاز داره بین همه ایرانیان که آماده این داستان بشن. و چیزی که الان رژیم نمیخواد شما آمادش بشید و نظرتون رو جلب بکنه چیه؟ اینکه یک معامله بزرگ انجام شده. ببینید، اسرائیل قبول کرد که جنگ جهانی شروع نکنه و واقعا کار رو به یک جنگ تمام عیار نکشونه، در صورتی که غرب قبول بکنه تحریم های بین المللی رو در تمامی سطوح برای رژیم برگردونه. خب این چیکار خواهد کرد؟ رژیم رو تضعیف خواهد کرد. این سفره های چندین کیلومتری ولای رژیم، نمیدونم 10 کیلومتر رستوران زدن در تهران برای قدیر و خوروندن دلوپی به بسیجی ها، سپاهی ها، استخدام انواع آدم کش از سراسر جهان، پول دادن برای کشتن ملت ایران، همه اینو تعطیل بشه. چرا؟ چون پول نداره دیگه رژیم. همین الان رژیم واقعا لب پرتگاه و تحریم‌هایی که روز گذشته تصویب شد کمر رژیم رو خواهد چکون. اما تا اینکه بیایم برسیم به اونجایی که واقعا رژیم سقوط بکنه و واقعا حکومت جدیدی بیاد روی کار، یه مقدار کار داریم و ما باید خودمون رو آماده بکنیم. چیزی که باید ما ملت ایران بدونیم و اسرائیلی‌ها دقیقاً پیام دادن به ملت ایران چیه؟ اینکه آماده باشید. اولا پیام به خودی خود چی میگه؟ میگه که آقا ما تو کار شما ایرانیان دخالت نمی کنیم. حکومت شما ایرانی خواهد بود به انتخاب خود شما. چرا؟ چون پیام کوروش بزرگه، پایه‌گذار ایرانه، میهن پرستی و ملی‌گرایی و اتحاد همه ایرانیان از همه اقوام و فقط یک نژاد عرب ایران ستیز نژاد پرست که از عربستان سعودی اومده و خود عربا حتی قبولش ندارن و اون شجره طیبه و سادات هست و کل شیعه گری هست، این باید بره. بقیه اقوام ایرانی نه تنها محافظت شده هستن، بلکه ستون فقرات ایران هستن و تمدن ایران، از کرد و لور و آذری و بلوچ و مازندرانی و گیلک و همه اینا، به علاوه خراسانی و اصفهانی و نمیدونم عراقی و دیگران که نام نبردم، عذر میخوام اگر نام نبردم، همه اینا ستون فقرات ایران خواهند. بنابراین پیامی که اسرائیل داره میده اینه که ایرانی‌ها آماده باشید، رژیم تغییر خواهد کرد و این رو بدونید، شما هستید که همه کار خواهید بود، همه کار ایران شما خواهید بود. ما به دنبال اتحاد هستیم، اون اتحادی که پدر ایران کوروش بزرگ بنا نهاده. تا اون زمان چیکار باید کرد؟ در برنامه‌های مختلف من براتون توضیح خواهم داد، اما مهمترین چیزی که باید اتفاق بیفته، کلیتش رو خواهم به شما بگم و آماده بشید چیه. تا قبل از تغییر رژیم اکثریت قریب به اتفاق کشور باید با ذهنیت جدید به آینده نگاه بکنه. خب ذهنیت جدید به خصوص چارچوب کلیش اون چیزایی که در واقع شاهزاده رضا پهلوی فرمودن، یعنی سکولاریسم، یعنی آزادی دین از سیاست که این در تمدن ایرانه، سپس انتخابات آزاد و حق تعیین حکومت آینده بر پایه رأی ملت ایران که اینم دوباره در تمدن ایرانه و ما توضیحاتی دادیم در موردش، سپس تمامیت ارضی ایران، هیچ نقطه ای از ایران در نقشه که وجود داره حق جدا شدن نداره، و هر کس صحبت از جدایی طلبی و تجزیه طلبی میزنه در واقع در آینده ایران جایی نداره. اینا اصلی ترین مواردی هستن که باید در تفکر جدید برای آینده ایران رعایت بشه. بنابراین ما باید تا همون زمان 1407 خودمون رو آماده بکنیم و این مراحل زیادی میبره. اینجوری فکر نکنید که یک شبه اتفاق میفته. شما هر کدومتون باید سهم خودتون رو در این انقلاب تمدنی در واقع بپذیرید، پیدا بکنید و تمام و کمال آماده اون لحظه بشید.
چرا؟ به خاطر اینکه به محض اینکه حکومت بره، حکومت جدیدی میاد و حکومت جدید از افراد قدیم نخواهد بود و افراد جدیدی که میان باید آماده باشن، ذهنیتی آماده داشته باشن، یک دست باشن، کاملا هماهنگ باشن و باید در کمترین زمان ممکن شروع بکنیم بازسازی ایران رو. پایدار و سرافراز ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.